خط خبرها. سانحه هواپیمای باری ارتش ایران در نزدیکی کرج، 15 نفر کشته شدند و 1 نفر زخمی. هشدار رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه: به کردهای سوریه حمله کنید، اقتصادتان نابود می شود. اعتصاب غذای 3 روزه 2 زندانی در ایران، نازنین زاغری و نرگس محمدی خواستار دسترسی به پزشک و تماس با خانواده اند. و تکذیب ادعای وزارت خارجه روسیه از طرف رئیس اجرایی افغانستان. عبدالله میگوید علت تاخیر انتخابات ریاست جمهوری مشکلات فنی است، نه فشار آمریکا. سلام، عصرتون بخیر. یک هواپیمای باری بوئینگ 707 ارتش ایران در اطراف کرج دچار سانحه شده و 15 نفر از سرنشینانش کشته شدند. این هواپیما 16 سرنشین داشته که تنها یکی از آنها زنده مانده. این هواپیمای باری حامل گوشت از بیشکک، پایتخت قرقیزستان بوده و به نوشته رسانه‌های ایران به جای فرودگاه پیام کرج به اشتباه در فرودگاه فتح صفا دشت فرود آمده. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. هواپیمای باری ارتش ایران از بیشکک پایتخت قرقیزستان پرواز کرده بود و هنگام فرود اضطراری در فرودگاه فتح در استان البرز دچار حادثه شد. این هواپیمای باری قرار بود در فرودگاه پیام استان البرز به زمین بنشیند، اما بیش از 20 کیلومتر آن طرف‌تر در فرودگاه فتح متعلق به سپاه پاسداران فرود آمد. بعد از فرود از انتهای باند خارج شد، با ساختمان‌های مسکونی پشت دیوار برخورد کرد و آتش گرفت. شبکه خبر ایران هم به نقل از یک مقام مسئول در فرودگاه پیام گفته که به دلیل کم بودن دید ناشی از ابری بودن هوا، خلبان بوئینگ 707 ارتش فرودگاه فتح را با فرودگاه پیام اشتباه گرفته و به سمت این فرودگاه رفته و بعد از فرود به دلیل کوتاه بودن باند فرودگاه فتح از آن خارج شده است. این هواپیما حامل گوشت یخ‌زده بود که مقام‌های ارتش گفتند برای طرح مردمیاری از قرقیزستان وارد ایران می‌شد. حمید ورناصری، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام، به خبرگزاری مهر گفته محموله گوشت این هواپیما متعلق به یک شرکت خصوصی بوده، اما به نام این شرکت اشاره نکرده است. روابط عمومی ارتش اعلام کرده علت سقوط این هواپیما در دست بررسی است. فرین عاصمی، بی بی سی. در ادامه برنامه بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده که اگر ترکیه به کردهای سوریه حمله کند، اقتصاد این کشور را نابود خواهد کرد. خروج سربازان آمریکایی از سوریه شروع شده و آمریکا خواهان تضمین ترکیه است که به متحدان کردش حمله نخواهد کرد. همزمان پیشنهاد ایجاد منطقه امن بین مرز ترکیه با سوریه را داده، خواسته‌ای که با جواب منفی ترکیه روبرو شد. نیروهای دموکراتیک سوریه که اکثرا کرد هستند، نقش مهم می در جنگ با داعش داشتند. شیار گل گزارش می‌دهد. So our boys coming back now. Make sure that ISIS is defeated. صداهای متفاوتی از واشنگتن در باری سوریه به گوش رسیده. در یک ماه گذشته مشاوران رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های ارشد کاخ سفید گفتند تا مطمئن نشوند که ترکیه به کردهای سوریه حمله نمی‌کند، تا خیالشان از نابودی کامل داعش راحت نشود و تا ایران در سوریه حضور داشته باشد، سربازان آمریکایی سوریه را ترک نخواهند کرد. هنوز هیچ یک از این شرایط حاصل نشده، اما حرف دونالد ترامپ بود. او ماه گذشته گفت به زودی سربازان آمریکایی از سوریه خارج خواهند شد و داعش شکست خورده. از هفته پیش خروج سربازان آمریکایی از سوریه شروع شده. آقای ترامپ دیروز در توییتی نوشت: خروج سربازان آمریکایی از سوریه میبایست زودتر شروع میشد. همزمان به حملاتمان به باقی مانده داعش از هر طرف ادامه میدهیم. اگر سر در بیاورند از پایگاه‌های نزدیک به آنها حمله میکنیم. اقتصاد ترکیه را ویران خواهیم کرد اگر به کردها حمله کنند. یک منطقه امن 32 کیلومتری درست کنید. در این حال نمیخواهم کردها ترکیه را تحریک کنند. روسیه، ایران، سوریه از سیاست جنگ طولانی آمریکا با داعش، دشمن طبیعی آنها، در سوریه منفعت بردند. ما هم منفعت برده ایم. اما وقت بازگرداندن سربازان ما به خانه فرا رسیده. این جنگ بی پایان باید متوقف شود.
در واکنش وزیر خارجه ترکیه تهدیدهای دونالد ترامپ را بی اثر خواند. استراتژیک ارتاکلر متفقلر معمولا متحدان استراتژیک در توییتر و فضای مجازی با هم گفتگو نمی کنند. ما باید درباره این موضوع گفتگو کنیم. درباره لحن تهدیدآمیز دونالد ترامپ باید بگویم ما بارها گفته ایم و حال هم می گوییم از تهدید نمی ترسیم. با تهدیدهای اقتصادی به هیچ نتیجه‌ای نمی رسید. به دنبال تهدید دیروز دونالد ترامپ، ارزش لیری ترکیه در مقابل دلار امروز صبح پایین آمد و ارزش بورس استانبول سقوط کرد. ترکیه بارها تهدید کرده که اگر نیروهای کرد شرق رودخانه فرات در شمال سوریه را ترک نکنند به آنها حمله خواهد کرد. ترکیه نیروهای کرد را بخشی از پکک در سوریه می‌خواند و تهدیدی برای امنیت ملی خود. پیشنهاد منطقه امن 32 کیلومتری بین ترکیه و سوریه را اولین بار وزیر خارجه آمریکا مطرح کرد. مایک پامپئو گفته خروج سربازان آمریکایی پایان حضور آمریکا نیست بلکه تغییر تاکتیک است. ژیورگول بی بی سی. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل از استانبول ترکیه با ماست. آقایی چقدر تهدید آمریکا جدیه به نظر شما؟ خب ببینید در توییت شدید لحن آقای ترامپ که از منظر ترکیه اگه بخوایم نگاه بکنیم، خب به نظر میرسه که در نگاه اول تایید کننده و همراستا و همسو با همون موضوعی هستش که آقای بولتون چند روز پیش در ترکیه اومدن و اینجا آقای اردوغان حاضر نشد آقای بولتون دیدار بکنه، ولی خب لحن و نوع بحثی که شده در اون توییت متفاوت هستش و فکر می‌کنم سه نکته بسیار مهم وجود داره در این توییت. یک، بحث ایجاد اون منطقه حائل 20 مایلی یا 34 کیلومتری هستش بین شمال سوریه و ترکیه، و بحث دوم بحث تحریم‌ها هستش، اون تهدید به تحریم ترکیه، و بحث سوم برای اولین بار به نظر میرسه که خب آقای ترامپ گفته که کردها هم نباید تحریک بکنن ترکیه رو، ولی خب فکر میکنم در این حال این تهدید اگرچه وجود داره و جدی هستش، ولی ترکیه هم نسبت به این مسئله کاملا واقف هستش و شاید به هر حال شانس ترکیه در کوتاه مدت برای انجام عملیات نظامی در شمال شرق سوریه فعلا کاهش پیدا کرده. این پیشنهاد منطقه حائل به نظر شما یا میتونه راه حل بحران فعلی باشه؟ من فکر می‌کنم نکته بسیار کلیدی و مهمی هستش این بحث، هرچند در توییت آقای ترامپ خب به هر حال نتونسته به جزئیاتش بپردازه، اما روی کاغذ مهم هستش. اگر دولت ترامپ بتونه اون منطقه حائل 20 مایلی یا اون 34 کیلومتری رو ایجاد بکنه، خب این شاید اولا اینکه ما نمی‌دونیم چه نیروهایی رو خب قرار اونجا منطقه های رو ایجاد بکنن، ولی اگر ما فرض بگیریم که ایجاد بشه، شاید این نگرانی ترکیه رو هم پاسخ بده نسبت به اینکه می‌خواد شمال سوریه آری از نیروهای یگانه‌های مدافع خلق پکه باشه، و هم از طرف دیگه به کردها اطمینان بده که ترکیه از بهانه دیگه از بهانه خروج نظامیان آمریکایی از سوریه استفاده نکنه، بخواد بیاد کردها و نیروهای پیگیر رو سرکوب کنه، در واقع یک شرایط بردبر ایجاد بشه. ولی فعلا این روی کاغذ مطرح هست و باید مذاکرات انجام بشه. من فکر می‌کنم ترکیه مایل هستش که روی این مسئله بتونه بحث و گفتگو بکنه با دولت آمریکا. متشکرم حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل با ما. مگر این به خبر اول برنامه، همونطور که اشاره شد یک هواپیمای باری بوئینگ 707 ارتش ایران در اطراف کرج دچار سانحه شده و 15 نفر از 16 سرنشین اون کشته شدند. از تهران کاپتان هوشنگ شهبازی به ما پیوسته. آقای شهبازی، در خبرها گفته میشه که خلبان فرودگاه اشتباهی فرود آمده، اساسا چنین چیزی چطور ممکنه؟ سلام و درود بر شما. قبل از مسئله سانحه من میخوام به ارتش جمهوری اسلامی و همینطور به تمام عزیزانم توی کشور این سانحه ناگوار را تسلیت عرض بکنم و همینطور خلبانان عزیز کشورم و مردمم تسلیت عرض بکنم. امیدوارم دیگه همچین سانحه‌ای به خاطر کوتاهی‌هایی که وجود داره بعد از این دیگه به وجود نیاد. بله، همینطور که فرمودید امروز صبح طرف‌های ساعت 8:30 متاسفانه یکی از هواپیماهای ارتش جمهوری اسلامی ایران موقع نشستن در فرودگاه پیام کرج، متاسفانه یک فرودگاه فرعی که نزدیک این فرودگاه بوده به نام فرودگاه فتح، اشتباه کرده و در اونجا سعی کرده لندینگ بکنه که متاسفانه به خاطر کوتاهی باند و به خاطر مسائل دیگه از باند خارج شده و متاسفانه حدود 15 نفر از عزیزان با ارزش خودمون رو از دست دادیم. چقدر ممکنه که یک هواپیما اشتباهی در یک فرودگاه دیگه فرود بیاد؟
مگر ارتباط ندارن با زمین؟ مگر از برج مراقبت بهشون نمیگن که کجا باید فرود بیان؟ چطور یه همچین اشتباهی اتفاق میفته؟ چرا نباید همچین اشتباهی رخ بده؟ متاسفانه این اشتباه به خاطر کوتاهی بعضی از دستندرکاران و مسئولین شرکت فرودگاه‌های کشور و همینطور سازمان هواپیمایی کشوری، دفتر هوانوردی سازمان و متولیان فرودگاه پیام هست که متاسفانه فرودگاه پیام برای همچین پروازهایی فعلا آمادگی رو نداره، که البته اگر هم این آمادگی رو داشته باشه باید تمام دستگاه‌های لازم ناوبری باید در اونجا باشه و همینطور جدول‌های تقرب که خلبان با توجه به اون جدول‌ها میتونه در یک متاسفانه تماس ما با خلبان هوشنگ شهبازی از تهران قطع شد. سعی می‌کنیم در بخش‌های بعدی خبر بیشتر به این موضوع بپردازیم. عسل محمدی، دانشجو و عضو تحریریه نشریه گام، گفته حاضر است درباره جزئیات بازداشت سپیده قلیان، فعال مدنی و اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه شهادت دهد. خانم محمدی به تازگی با سپردن وثیقه 400 میلیون تومانی از زندان آزاد شده. او گفته از اتاق کناریش در زندان صدای فریاد و توهین بازجو در زمان بازجویی از سپیده قلیان را شنیده و شاهد فشار ماموران برای گرفتن اعتراف دروغ از او بوده. سپیده قلیان هم پیشتر گفته بود حاضر است درباره شکنجه خود و اسماعیل بخشی شهادت دهد. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، گفته از دو ماه پیش پدرش اجازه یافته هفته یک بار دیداری در بیرون از محل حبس خانگی داشته باشد. به گفته حسین کروبی، مسئولان امنیتی به مهدی کروبی و میر حسین موسوی از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 گفتند با هماهنگی قبلی می توانند هفته یک بار از محل حبس خانگی خارج شوند. نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، و نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، از امروز اعتصاب غذای 3 روزه ایشان را آغاز کردند. همزمان با این اعتصاب غذا، ریچارد ردکلیف، همسر نازنین زاغری، مونیک ویلا، مدیر مؤسسه تامسون رویترز، و شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، یک نشست مطبوعاتی برگزار کردند. در این نشست آقای ردکلیف گفت نیروهای امنیتی ایران به همسرش پیشنهاد کردند در قبال آزادی در بریتانیا برای جمهوری اسلامی جاسوسی کند. خبرنگار ما کسرا ناجی به این نشست خبری رفته. در این کنفرانس مطبوعاتی چه گفته شد کسرا؟ کنفرانس به حدود یک ساعت طول کشید. همونجوری که گفتی آقای ردکلیف اونجا بود، خانم شیرین عبادی نماینده از رویترز تامسون. ریچارد ردکلیف صحبت از این کرد که امروز صبح با نازنین تونسته تلفنی 10 دقیقه صحبت کنه و خبر از این داد که اعتصاب غذاشون او و نرگس محمدی امروز شروع شده. قبلا گفته بودن که این کارو میکنن، قراره که 3 روز این کارو بکنن تا ببینن چطور پیش میره و واکنش مقامهای زندان چه خواهد بود. خواسته های اونها اینه که دسترسی داشته باشن به مراقبت های پزشکی تخصصی، به دکترای متخصص دسترسی داشته باشن و این رو ماموران مسئولین زندان به طور کتبی تضمین کنند، که ظاهراً به گفته ریچارد ردکلیف یکی از مسئولان زندان قول داده که دسترسی اینها رو به مراقبت‌های تخصصی پزشکی زیاد کنه، اما حاضر نشده، کتبی این رو تضمین میکنه. بنابراین اعتصاب غذای این دو نفر ادامه پیدا میکنه، شروع شده. آقای ردکلیف صحبت از این کرد که نازنین زاغری امروز آرامشش بیشتر بود در مقایسه با هفته های گذشته. هفته های گذشته حول و حوش 1000مین روز اسارتش بود و فشارها زیاد شده بود، به خصوص بعد از اینکه گفته بود که میخواد اعتصاب قضا کنه. ملاقات ها، دسترسی به خانواده و اینها محدود شده بود. و چیز جالب همین داستان اینه که دو نفر از افراد سپاه پاسداران که ظاهراً از بازجوهاش بودند، اینها هفته گذشته چند روز پیش به زندان او میرند، به سلول او میرند و اونجا باش صحبت میکنند و از خانم زاغری میخوان که به عنوان شرط آزادیش برای ایران جاسوسی کنه، که این رو خانم زاغری رد میکنه. ظاهرا از او خواستن که در
وزارت توسعه بین المللی بریتانیا که کارش کمک‌های بشردوستانه است به کشورهای در حال توسعه در اونجا جاسوسی کنه و همچنین در شرکتی به اسم سمال میدیا که ایرانی‌ها تهمت می‌زدن که اتهام زدن به اون که خانم زاغری اونجا کار می‌کرده که خانم زاغری ظاهراً در پاسخشون گفته که من دسترسی نه به اون وزارتخونه دارم و نه به این شرکت دارم و جاسوسی هم نمی‌کنم. این گوشه‌ای از صحبت‌های خانم زاغری رادکلیف رو که می‌خواستیم پخش کنیم، مثل اینکه آماده نیست، بنابراین آره متأسفانه آماده نیست، در بخش بعدی این رو پخش میکنیم. متشکرم کسرا ناجی خبرنگار ما. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. یک هواپیمای باری بوئینگ 707 ارتش ایران در اطراف کرج دچار سانحه شد و 15 نفر از سرنشینانش کشته شدند و یک نفر زخمی. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده اگر ترکیه به کردهای سوریه حمله کند اقتصاد این کشور را نابود خواهد کرد. رضا خندان همسر نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر میگوید مسئولان زندان او را ممنوع الملاقات کردند. به گفته آقای خندان مسئولان زندان گفتند علت این تصمیم پیدا کردن یک قیچی کوچک در وسایل خانم ستوده بوده. نسرین ستوده که وکالت پرونده های شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی را بر عهده داشته به 5 سال زندان محکوم شده. رضا خندان همسر نسرین ستوده از تهران با ماست. آقای خندان نگرانی مسئولان از قیچی کوچک چیه؟ چه کار مگه میشه با این قیچی کوچک کرد؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون. واقعیتش اینه که همه کسانی که تجربه زندان حداقل در زندان اوینو دارن میدونن که گفتن چنین چیزی بیشتر بهونه است. شما میدونید احیانا در مدتی که من خودم بازداشت بودم خانمم نزدیک به 2 ماه ممنوع ملاقات بود و نه من میتونستم داخل زندان ایشون رو ملاقات کنم و نه بچه ها و بقیه اعضای خانواده میتونستن فامیل ملاقات کنن و اینا همه نشون میده که در دوره های مختلف مواردی رو بهانه کرده و به خاطر اینکه فشار بیشتری بیارن بر ایشون مدام ممنوع ملاقات میکنن یا محروم از تلفن میکنن یا هر نوع امکاناتی که زندان موظف در اختیار زندانیان قرار بده. آقای خندان فکر کنید علت اینکه دوباره فشار رو زیاد کردن به خانم ستوده چیه؟ از نظر زمانی آیا اتفاقی افتاده؟ به نظر نمیاد اتفاق جدیدی افتاده باشه، ولی فقط خاص همسر من نیست، بقیه زندانیان زن به ویژه توپند زنان که عمدتاً خانم هایی که اونجا هستن الان زندانیان سیاسی و یا عقیدتی هستن، در مجموع فشار زیاد شده و تلفن های کل بند محدودتر شده به نوعی که اینا در طول هفته 3 تا 10 دقیقه میتونن تماس بگیرن. من خودم وقتی که تو بند عمومی آقایون بودم تو همون زندان اوین از 8 صبح تا 9 شب ما مدام میتونستیم هر لحظه اراده میکردیم، البته با گرفتن نوبت میتونستیم تلفن کنیم، در حالی که اینها فقط روزهای غیر در طول هفته 2 تا 10 دقیقه میتونن الان تماس بگیرن. علت واقعیشو من نمیدونم چرا دارن فشار رو زیاد میکنن، ولی اون چه که معلومه بند زنان فشار روشون زیاده و همسر منم استثنا نیست بین اینا. متشکرم رضا خندان همسر نسرین ستوده از تهران با ما. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی افغانستان نشان می‌دهد که بسیاری از افراد شناخته شده و با نفوذ به موفقیت دست نیافتند، از جمله تعدادی از فرزندان رهبران سابق جهادی و شماری از چهره‌های منتقد دولت. آنها می‌گویند رأی لازم برای راهیابی به مجلس را دارند، اما مدعی‌اند حکومت و تقلب در این روند مانع از راهیابیشان به فهرست برندگان شده. دولت اما بارها گفته در امور انتخاباتی دخالت نمی‌کند. علی حسینی خبرنگار ما از کابل با ما. سلی، یه اشاره کوتاهی میکنی از کسانی که معترضند به نتایج انتخابات کیند؟ چرا اعتراض دارند؟ خب بعد از این که نتایج ابتدایی برخی از ولایت ها اعلام شد، آغاز شد اعتراض هواداران بسیاری از نامزدها در ولایت های مختلف از جمله هرات در شمال، و دلیل عمده ام که این است که آنها به این نظر هستند که
رأی لازم را برای راه یافتن به مجلس را داشتند، اما بر اساس مسائل سیاسی نتوانستند به مجلس بروند و نامشان در فهرست ابتدایی دیده نمی‌شد. مستنداتی را هم ارائه نکردند، اما گفتند که شکایت‌هایشان را به کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی ارائه کردند. از طرف دیگر کمیسیون مستقل انتخابات تأکید دارد که این روند شفاف بوده و با دقت تمام صورت گرفته، و کمیسیون سمع شکایات و کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی هم در عین حال گفته که شکایت‌های زیادی را گرفته، در حدود بیش از چند 2-3 هزار شکایت را بعد از اینکه نتایج ابتدایی شماری از ولایت‌ها اعلام شد گرفته و در حال بررسی است. در کنار از دقایق پیش هم نتایج ابتدایی کابل و کوچی ها اعلام شد که به این معناست که پرونده ابتدایی، نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی افغانستان که حدود 3 ماه پیش برگزار شد امروز به نحوی بسته شده و فعلا کار کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی آغاز شده است. امروز آقای عبدالله رئیس اجرایی حکومت درباره به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری هم اظهار نظر کرده. مشخصه که دقیقاً توجیهشون چیه؟ خب آقای عبدالله یک اشاره‌ای داشت، البته بگم که صحبت‌های آقای عبدالله قبل از 1 ساعت پیش بود، یعنی حدود نیم ساعت پیش نتایج ابتدایی تمام ولایت‌ها اعلام شد، یعنی با اعلام نتایج کابل و کوچه‌ها پرونده بسته شد، نتایج ابتداییش اعلامش بسته شد. آقای عبدالله یک اشاره‌ای داشت به صحبت‌های وزارت خارجه روسیه که گفته بود که تأخیر در اعلام نتایج انتخابات یک سناریوی آمریکایی است، با فشار آمریکایی‌ها صورت می‌گیرد تا زمان داشته باشند بتونن نظر خود و آنطوری که طبق میل آنها هستن انتخابات صورت بگیره. بعدش وزارت سفارت آمریکا در کابل به موضوع واکنش نشان داد و گفت که تأخیر در اعلام نتایج انتخابات تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات است. به این موضوع آقای عبدالله هم اشاره کرد و گفت که این تأخیر در اعلام نتایج انتخابات به خاطر دلایل و مشکلات فنی بوده که تقریبا معمول است، و نقل قول کرد که اگر جمعیت افغانستان به اندازه جمعیت چین می بود نتایج انتخابات روز قیامت اعلام میشد. متشکرم علی حسینی خبرنگار ما از کابل. چند خبر کوتاه. مقام‌های اندونزی از کشف دستگاه ضبط مکالمات داخل کابین خلبان هواپیمایی خبر دادند که 2 ماه پیش در دریای جاوه سقوط کرد. به گفته سخنگوی نیروی دریایی اندونزی، این دستگاه در عمق 30 متری دریا کشف شده. تمام 189 سرنشین هواپیمای بوئینگ 737 در این حادثه کشته شدند. تحقیقات برای یافتن دلیل سقوط این هواپیما ادامه دارد. 4 سال از جنگ یمن می‌گذرد. هزاران نفر در شهرها و روستاهای این کشور قربانی شدند. پای نبرد به مناطق کوهستانی یمن نرسیده، اما دهکده‌های کوچک از بحران انسانی که جنگ به وجود آورده در امان نماندند. قحطی و خلأ امکانات اولیه زندگی در این روستاها حتی گاهی بیشتر از شهرهای بزرگ یمن احساس می‌شود. نوال مقافی از وضعیت مردم در یکی از این دهکده‌ها گزارش می‌دهد. In the mountains of Yemen, در کوهستان‌های یمن روستاهای مثل ریما از خرابی‌های جنگ در امان ماندند، اما نه از عواقبش. آژانس‌های کمک رسانی دیگر به اینجا دسترسی ندارند. کمک‌های دولتی هم قطع شده. سمر 16 ساله از کودکانی است که مدرسه را به اجبار رها کرده تا اندک پولی برای زنده ماندن به دست بیاورد. او به دهکده‌های همجوار آرد و برنج می‌برد. من هم میخوام مثل بچه های دیگه زندگی کنم. اونا همه چیز براشون فراهم و میتونن استراحت کنن. درآمد سمر فقط کفاف این نان و چای رو میدهد. مثل 2/3 یمنی ها او هم نمیداند وعده بعدی غذایش رو خواهد داشت یا نه. مادر سمر میگوید وضع همیشه اینطور نبوده. یه زمانی ما هم زندگی آروم و راحتی داشتیم، اما حالا زندگیمون روز به روز میگذره. اگه سمر یه روز مریض بشه ما گرسنه میمونیم. مرگ از این زندگی بهتره. از 7 ماه پیش که فاطمه دختری به نام لیمیا به دنیا آورد، برای سیر کردن شکمش مشکل داشته. پزشکان میگویند لیمیا سوء تغذیه جدی دارد. من میخوام اون مثل بچه های دیگه بزرگ شه. میخوام راه بیفته اما نمیتونه. نمیتونه قدم برداره. جنگ همه چی رو از ما گرفته.
4000 خانواده برای خدمات اولیه بهداشتی به کلینیک داوود محمد متکی بودند. از بچه‌هایی که سوء تغذیه داشتن مراقبت می‌کردیم و بین اهالی غذا پخش می‌کردیم، اما با قطع شدن کمک‌ها کلینیک هم بسته شده. مریض تب بالایی دارد را باید به نزدیکترین کلینیک برسانند. با قیمت بالای سوخت استفاده از ماشین عملی نیست و مردم باید او را با پای پیاده ببرند. مردم مجبورند راه های پرخطر کوهستانی را با پای پیاده طی کنند. عبدالله بیش از 3 ساعت نوه‌اش را پیاده با این سبد حمل کرده. وسعمون به ماشین نمیرسه. ساعتها پیاده رفتم که بچه را به دکتر برسونم. این مرکز برای واکسیناسیون و کمک رسانی تجهیز شده، اما حالا باید بیماری‌های مرگبار را علاج کند، کاری که از آن ناتوان است. فقط کلینیک دچار مشکل نیست. معلم‌های این مدرسه که از معدود مدرسه‌های برقرار است، بیش از 2 سال از حقوق نگرفتند، اما هنوز به کلاس می‌آیند با امید اینکه این بچه‌ها آینده بهتری داشته باشند. نوال المگافی، بی بی سی نیوز. واکنش‌ها به میزبانی لهستان برای برگزاری کنفرانسی بین‌المللی که آمریکا قصد داره درباره خاورمیانه و با تمرکز بر سیاست‌های منطقه ایران برگزار کنه همچنان در ایران ادامه داره. در برنامه امروز هشتگ شما بگید درباره میزبانی این کنفرانس از سوی لهستان و همچنین تأثیر برگزاری چنین نشستی بر نفوذ منطقه ایران چه فکر می‌کنید؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو می‌تونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که at BBC شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. این بودی بخش خبری. ممنون از همراهیتون.